4 موردی که اگه اونا رو بدونی دیگه پکیج زود به زود سرویس نمیخواد. سلام دوستان، من راین هستم و اینجا کانال AC اقراریه. لایک، سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید تا برید با هم ببینیم که چه مطالب مهمی میخوایم با هم بررسی بکنیم. اولین موردی که باعث میشه پکیج شما زودتر رسوب در اون شکل بگیره مربوط میشه به فیلتر پلی‌فسفات. این فیلتر به خاطر قسمتی که در اون سنگ کارتریج وجود داره، سنگی که در واقع از طریق روش‌های شیمیایی میاد املاح آب رو دمولکوله میکنه و باعث میشه که اون به جدارای لوله مس نچسبه. این سنگ که شما الان دارید مشاهده میکنید، وقتی شما در زمان درستش این رو تعویض نکنید، باعث میشه که این سنگ حل بشه و در درون آب بره به سمت مبدل پکیج، به سمت جداره لوله های مس، قسمت هایی که مخصوصا دمای خیلی بالایی داره، میره در اون جداره میچسبه و خودش باعث ایجاد رسوب میشه. که این مورد خیلی زیاده در منطقه ایران، به خاطر اینکه پکیجکارا معمولا چک لیست ندارن که به صورت دوره‌ای به مشتری یادآوری بکنه، یا مشتری هم قبول ندارن که این کار باید به صورت دوره‌ای انجام بشه در بازار. خب مورد دومی که می‌خوایم بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به محلی که پکیج نصب شده. آقا پکیج اگه تو آشپزخونه باشه، پکیج اگه تو مطبخ باشه، پکیج اگه بخواد داخل بالکن باشه که محیط بیرونش ساخت و ساز وجود داره، در این قسمت فن وجود داره و این فن به علت اینکه هوا رو داره میکشه به سمت خودش، همچنان خاک رو هم با خودش مکش میکنه و باعث میشه که خاک، روغن یا این موادی که وجود داره وارد این پروانه بشه و حالا گوشش رو خراب بکنه، یا اینکه حتی از این قسمت ها وارد قسمت بویلر میشه و روی سطح بویلر رو میپوشونه، که اینا رو حتما سعی میکنم در یک ویدئوی دیگه توضیح بدم که تمیزکاری اون هم یا قسمت های دیگه به چه صورتی میتونه باشه. و مورد سوم که میخوام بهش اشاره بکنیم مربوط میشه به همچنین ویدئویی که درباره این ضبط کرده بودم که چگونه مصرف پکیج رو کاهش بدیم، مربوط میشه به اینکه شما دمای مثلا آب گرم بهداشتی رو ببرید روی 60 55. یعنی شما مثلا دوستانی که ولوم دارن ولوم رو ببرن آخر، دوستانی که مثل این پکیج ها درجه داره درجه رو بزنن رو آخرین دمای خودش. خب شما داری دمایی که استفاده میکنی 40 الی معمولا 45 درجه داره استفاده میشه ازش، حالا تو منطقه معتدل رو سرسی میتونه متفاوت بشه، و وقتی شما میبینی میبری رو دمای آخر، این قسمت رو ماکسیموم حالت خودش داره گرما تولید میکنه تا بخواد اون دما رو به شما بده، و شما اون وقتی از طرفی داری رو شیراب اون رو استفاده میکنی، اون دما رو مجبوری بیاری پایین تر، آب سرد بهش تزریق میکنی که بخواد این میزان دما نرمال بشه و شما بتونی راحت استفاده بکنی و نسوزی. خب این موضوعی که خیلی مهمه و سعی کنید اینو بررسی بکنید و تنظیم بکنید که برای خودتون هم دیگه دردسر درست نکنید. و مورد چهارم دیگه، آره، که میخوایم الان با هم بررسیش بکنیم، مربوط میشه به آب منطقه. ببینید الان مثلا ما یک بنده خدایی از آب چاه داره استفاده میکنه، ما اومدیم مثلا تحت آزمایش، خب میگفتیم فیلتراسیون انجام بده، حالا حداقل سعی کن یه مقدار املاح گل که توش وجود داشت اینو حداقل از توش خارج بکنید شما. بعد زیر بار نمیرفت، گفتم خب اوکی میخوای یه تست برات انجام بدم، اون آب رو ریختم داخل بطری و به مدت 1 الی 2 هفته گذاشتم یه گوشه باشه. باورتون نمیشه اون اصلا آب زرد شد. این باعث میشه شما متوجه بشی آیا اصلا این وضعیت آب اوکی هست یا نیست. خب پس وضعیت آب وقتی اوکی نباشه، عملا سرعت رسوبگیری در پکیج، آب گرم کن یا هر نوع وسیله‌ای که میخواد گرمایش تولید بکنه بسیار بیشتر باشه. البته اینو باید در لابلای صحبت ها میگفتم که سعی بکنین از استوری های ما استفاده بکنید در اینستاگرام ها که در قسمت پایین آدرسش رو قرار دادم، که بتونید اونجا حداقل به صورت روزانه، چون اونجا من میام خیلی بیشتر عکس ها رو قرار میدم، یا مواردی که میریم مشکل زدایی میکنیم و ارورش رو برطرف میکنیم، این کار اینچنینی اونجا بیشتر میتونید با ما در روز در ارتباط باشید که روزانه ببینید چه اتفاقایی داره میفته و چه راهکارهایی ما داریم ارائه میکنیم، چون اینجا میام به صورت جمع بندی توضیح میدیم.
ولی اونجا مطالب تخصصی تر برای اون دوستانی که میگن تخصصی اطلاعات بدید به ما، میتونید بیاید اونجا از مطالب تخصصی ما استفاده بکنید که براتون هم خیلی شفافتر باشه و پیچیدگی هم توش نباشه. اما به طور کل امیدوارم مطالبی که خدمتتون ارائه شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه و این ویدیو رو حتما برای دوستانتون بفرستید که اونم از این مطالب استفاده بکنن، چون ما خیلی میبینیم که اصلا دستگاه الکی خراب میشن و یه سری راهکارها وجود داره که شما میتونید از این موارد جلوگیری بکنه، خیلی بهتر میتونه باشه برای دستگاهتون. الان مثلا یکی میگه آقا من تو بالکن چیکار بکنم؟ خب شما شیشه بند بزن، فقط یه قسمت کوچیکو باز بذار که بذار هوا عوض بشه. یا در ویدئوی بعدی که میخوام توضیح بدم مربوط میشه به اگزوز دوژه‌داره که آقا اصلا اگزوز دوژه‌داره کجا باید استفاده بشه، تگ‌جه‌داره باید کجا استفاده بشه، اصلا فرقشون چیه، آیا مصرف انرژی ما رو کم میکنه، یه پارامتر خیلی مهم توش وجود داره که اینا رو میخوام در اون قرار بدم برای شما. و همچنین شما سوالاتی هم که دارید حتما در قسمت پایین کامنت بکنید که ما پاسخ بدیم و بتونیم عناوین خوبی از توش انتخاب بکنیم و بتونیم بیشتر برای شما اطلاعات مفید رو قرار بدیم.